امروز غریبه که نیستیم، با همشه هم که قرار نیست آدم روی خوب خودش رو نشه. روی خوب خودش آقا خیلی امروز پایینم ها، یعنی خدا وکیلی ببخشید، مثل این خانوم ها که دوره این پی ام اسشون شروع میشه، اصلا عجیب پایینم بچه ها امروز ها. هرچی هم آدم بدبختی جرأت نمیکنه تو شهر چیزی بخوره. خدمت با سعادتون عرض کنم که یه چند ساعتی هی دارم میگم که ویدئو بگیرم، اصلا حال و حوصله ندارم، اما نمیدونم حکمت خدا چجوریه که وقتی میام پشت دوربین و شماها رو میبینم به طور معجزه‌آسایی حالم خوب میشه. الان گفتم بابا گور باباش دیگه، دو سه ساعت هی میخوای ویدئو بگیری مودش نمیاد و نمیشه و اینا، بگیر بابا ویدئوتو بگیر و بچه ها صحبت کن. آقا خدمت با سرعتون عرض کنم که توی ویدئوی قبلی دیدین توی اون مال با کلاسی که ما همیشه میریم برندای امریکی رو خرید میکنیم، یه دونه از این لیبل ها برچسبا بود، پرچم آمریکا، طرف دندون گردی داشت میکرد، میگفت 300 تومن. میخوام برم ببینم میتونم با 150 تومن از دستش در بیارمش یا نه. بعدم دیروز بهتون گفتم، چون گفتم اگه بچه خوبی باشی ناخوناتون رو بگیرین، جیش بوسلالای قبل خوابتون رعایت بکنین، میبرم مقبره نادرشان بهتون نشون میدم. اول بریم پیش این بنده خدا، بعدم بریم مقبره نادرشان رو براتون ویدئو بگیرم. باشد که در پناه ایزد منان و همراهی شما رفقا از این دوران پریود روحی امروز در بیام. هوا هم همینطوری که داری میبینین حسابی ابری امروز و دقیقا حس لندن رو داره میده. به حال آقا وضعیت اصلا خوب نیست، بریم ببینیم شاید آخر ویدئو بازی نیشه وامونده ما باز شد. یعنی دهن این ترافیک و بچه ها ببینین، الان توی همین شهر مشهد خب روزی بین 500 تا 700 تا ماشین پلاک میشه، یعنی 500 تا 700 تا ماشین جدید وارد سیستم ناوگان بین المللی مشهد میشود و این خیابونا دیگه گنجایش ندارن بدبخت ها دیگه، چقدر بکنن توش. برای همین کم کم داره زبون علیرضا باز میشه ها. بنازم آقا اینم چیزه، نادرمون اینجا خوابیده، اونم مجسمه‌شه. یک فیلم اومدیم بگیریم، 100 نفر از چپ و راست بوق زدن گوسک. اه آقا رفتیم سمت آقا رضا، ساکت، یقه بسته، با احترام، عزت. من به اعتقاد کاری ندارم خب، ولی بعضی چیزها به هر حال توی رگ و ریشه و خون ماست خب، احترام یکی از اوناست و من هر موقع یک چهار را قبل یک چهار را بعدش میرسم به نزدیک حرم، واقعا یه سری چیزها رعایت میکنم. بچه واقعا چرا بعضی ها زندگیشون اینجوری؟ الان این بنده خدا رو ببینیم، مثلا چند کیلو پرتقال و هندوونه و اینا، مثلا این طرف مثلا این هر کیلو پرتقال مثلا اگه 5000 تومان هم مثلا سود بکنه، مثلا روزی به چند کیلو پرتقال میفروشه، یا یعنی که چقدر دخل میکنه. بعد چجوری این پول با این پول زندگی میکنن؟ یا خیلیشون هستن که مثلا طرف بیاد مثلا دست خیر هم داره، دست این زنهای صرف از خانواده و مریض و فلان اینا رو میگیره. و من واقعا موندم که چجوری با این وضعیت مالی الان اینا دارن زندگی میکنن. آقا باز جای همین خونه های دیروزم از همین کوچه پشت دارم میرم سمت همین بازار سرای عیزالله اوف و بریم ببینیم میتونیم این چیز رو دست یارو در بیاریم یا نه. این که بچه ها تو ویدئوی قبلی آمدم گفتم از چنگ یارو در بیاریم، علت چیزش این نیستش که مثلا سرش رو بخواهم کلا بذار بیایی جوری مثلا طرف ناراضی باشه، نه. من خیلی خیلی اتفاقا
تأکید دارم که معامله که با طرف میکنم طرف برای راضی از آب در بیاد و برای همین ببینیم چی میتونیم راضیش کنیم. بچه ها میدونید دلم برای کی تنگ شده؟ یک زمانی مثلا من یادم به شرکت حقوق میگرفتم ماهی 300,000 تومان، خب مهندس خط تولید بودم، بعد با این 300,000 تومان میامدم 50,000 تومان خرید میکردم، 50,000 تومان رو یه نفره نمیتونستم با خودم وردارم ببرم، یعنی اینقدر مشمع و پلاستیک و اینا، دو سه تا کفش و کاپشن و لباس و تیشرت، و الان تو کل این بازداشتان بگردین تیکه زیر 200,000 تومان پیدا نمیکنین، یعنی مثلا همون تیشرتی که وجود شده میبینین شاید مثلا 200,000 تومان پولش باشه. یه شلواری دارم بچه ها که چیزه خاکستری 1,000 تا جیب داره، اینم یک طرح مشابه تل داخلشه و اینو دارم میگم که یک زمانی واقعا میشد خرید کرد اما الان اصلا نمیشه. خیلی خوب، من این خانوما که رد میشن دوربین رو ازشون ور میدارم به این خاطر که کار درستی نیستش و پیش این رفیق رو ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. ما به رفیقمون گفتیم همجوری یادگاری به ما بده برای تبلیغ میکنیم تمام بچه‌ای که میان مشهد بیان ازت خرید بکنن. چیکار کنیم؟ ببریم آقا؟ همینجوری ببریم یا نه؟ بچه ها این رفیقمون برام گذاشت گفتش همون مایه‌شو بده 150 قرار شد من ازش بگیرم ولی گفت یه تبلیغم برام بیا. الان این عکسی که پایین سمت راست میبینین پیج این دوستمون هست توی بازار عباس‌قلی مشهد، اگر اومدین مشهد یه پیش رفیقمون بیان یه حال حسابی بهتون میده. نیم ساعت داشتم هم جیل زر میزدم الان نگاه کردم دیدم ویدیو قطع شده. آقا این کارا همشون رو حساب علاقه شخصیه، من خودم چون مهندس مکانیکم و صنعت در کل مانیفکتچرینگ آمریکا رو واقعا قبول دارم، عاشق تیپ و استایل نیروهای ویژه و ارتشی‌ها و نظامی‌های آمریکا و اکثرا استایل لباسی که می‌پوشم خیلی سعی می‌کنم مثلا شبیه، و هر کسی یک علاقه‌ای داره دیگه، یکی مثلا دوست داره مثلا تیپ نینجا بپوشه، یکی دوست داره، ولی من کلا مثلا همین شلواری که داری می‌بینین این مال خدمت رو از کنم یو اس مرین هستش، مال نیروی دریایی آمریکاه، یا همین بند ها اینا خوش شده که 450 پوند بار رو تحمل میکنن. یه سری جزئیاتی هستش برای همین هستش که اینجور چیزا برای من علاقه است و دنبالش میگردم. اگه دنبال کیسه خواب و اینا میگردیم بچه اینجا کیسه خوابای خوب زیاد پیدا میشه، اینا هم همه قامت داره استقامت نداره، یعنی بعد ببینین عدلی که دیروز بهتون میگفتم بچه ها اینا هست که اصلا تسمه پیچه، یعنی تسمه فلزی پیچیده شده و توی این مثلا شاید مثلا 1,000 تا تیشرت باشه، اینا رو میان روی همدیگه تا میکنن کمپرس میکنن مثلا میشه یک عدل تیشرت که مثلا طرف میخواد بخره، یا خیلیشون کیلویی میخرن یا یه چیزایی تقریبا میشه گفت مشابه این. به هر عدلی که میگن ایناست. جنس خوب خیلی زیاده، آدم بخواد سر حوصله بگرده پیدا بکنه جنس خوب خیلی زیاده، اما فکر میکنم گل عباس‌قلی رو من دیگه الان شکار کردم دیگه. بچه این ویدئو آخر رو من از اینجا براتون بگیرم. ببینین این کاسبا اینجا از یک حربه استفاده میکنم برای فروش محصولاتشون. خب من خودم اخلاق دارم وقتی میام اینجور جاها سه دور کامل میچرخم، دور اول نگاه میکنم نظر، یعنی زیر نظر بگیرم، دور دوم میام مقایسه میکنم با بقیه جاها، دور سوم چک و چونه میزنم و خرید میکنم. چون خیلی از بچه‌ها میان اینجا یهو مثلا یه کاپشنی رو، چون خیلی از شهرستان ها مثلا سمنان یا مثلا خیلی از شهرها هستن که لوازم استوکشون کم به فروش میرسه، یهو که میان اینجا هول میشن مثلا میگن وای این کاپشن مثلا این کاپشن چقدر باحال فلان اینا، تیز میرن تو کارشون مثلا میخردش. خب در صورتی که همین رو بگردی 50 تا مغازه ممکن مشابه این داشته باشه و قیمتاشون هم خیلی متفاوت و خیلی پایین‌تر. برای همین حربه‌ای که بچه‌ها اینجا استفاده میکنن معمولا از همین داستانه که طرف میاد با عجله خرید میکنه،
اینجور جامعین خیلی با حوصله قشنگ یک دور دو دور کامل کامل بگردین، مارکت رو زیر نظر بگیرین، ببینین چی جنسایی مثلا هست، چی جنسایی باب میلتونه، مثلا بفر اینو خوشتون میاد سری میان الان میگین، در صورتی که بگردین شاید مشابه این 10 جای دیگه داشته باشن با قیمتای خیلی کمتر. برای همین یکی دو سه سری بیان کامل بگردین، بعد از اینکه مقایسه کردین چکوچونو زدین خریداتون رو انجام بدین. این هم آقا عرض آخر ما از بازار عباس قلی خان و دیگه بریم به سمت آرامگاه نادری. بچه یه دکونی رو که دیروز بهتون گفتم من برای بابا سریال کره‌ای میگرفتم، فکرم اینجا باشه بازم باشه. من توی چند تا از شهرها تجربه داشتم که اومدم کف خیابون و کف بازاره اون شهر رو نشون دادم و بچه ها خیلیشون خیلی خوششون اومد. اگر شما هم از این تیپ محتواها که به قول معروف کف خیابون شهرها رو نشون میده اگر دوست داشتین بگین تا براتون بیشتر تهیه کنم. یکی از این مغازه ها بود که متاسفانه یا تغییر کاربری داده یا طرف بسته، شاید هم این مغازه باشه. اینجا چون توی طرح توسعه حرم هست اکثر مغازه ها رو اومده خراب کردن و اگر اینا رو مثلا خراب نکردن به این خاطر که هنوز زورشون به ساب ملکا نرسیده، به این خاطر ببین این حرم از این پلا میای پایین دقیقا این هم سرای عباس قلی خانه، برای همین ارزش ملکا چون خیلی بالاه کسی فروشنده نیست. داشتم میرفتم بچه ها سمت ماشین اینو دیدم، این از اون لوشتایی هستش که وقتی پشت سرت میفته مخصوصا ببخشید قطع شد، مثلا اگه شب باشه شدت این نورا و لامپا اینقدر زیاد هست که تو آینه دهن تو سرویس میکنه، برای همین گفتم اینم بهتون نشون بدم که بدونیم بعضی از به قول معروف هموطنای ما برای اینکه مثلا یک حالا یک سیست جالبی جلوی دخترها داشته باشن چه کارهایی با ماشیناشون میکنن. بچه ته این خیابون آرامگاه نادرشاه هستش، من همینجوری توی این کوچه خلوت که هیچ کس نیست و هیچ کی نمیبینه همینجوری وایساده داشتم برخواست سیگار میکشیدم، یک ناشور پشمالویی آمد گیر داد ماه رمضان است. گفتم ماه رمضان هست، من الان در ملأ عام ایدم کاری میکنم. یعنی میدونی بعضی وقتا بعضی از آدما ببخشید کارشون همینه، سرشون فقط کول بقیه است و خیلی جای ناراحتی داره. گفتم آقا در ملأ عام اقدام به روزخاری، روزکشی یا هر چیزی هست نکنید. من توی این کوچه خلوتی که نه کسی میبینه نه کسی وسوسه میشه وایستم دارم کار خودم میکنم، پس به کسی چه ربطی داره. آدم توی این کوچه پس کوچه را میره یاد محله آکسارای استانبول میافته، یعنی همه یادن عربی صحبت میکنن یا یعنی اینکه دقیقا مشخصه که مثلا و هتل آپارتمان کربلا و درجه، یعنی این خیابونا و این کوچه های اطراف حرم یه جور شده که هر ایرانی میاد احساس غربت میکنه و انگار دیار عرب شده. مثلا ببین کباب و لحم و مفروم کباب یه ویدئوی دیگه من دارم ولی خیلی قبل پتره که اومدم این آرامگاه نادر اومدم تو اینستاگرام توضیح دادم، اون رو اگر ببینین هم از ماشین پیاده شدم تا وقتی که سوار ماشین شدم همینجوری دارم از این حروف و نوشته های عربی کنار خیابون دارم همینجوری قور میزنم. اینجا هم یک جایی هستش که از قدیم اینجوری بوده که پیرمردا میان مثلا میشنن انگشتر و خدمتتون عرض کنم این چیز ریزا رو میفروشن. اینم آرامگاه نادری، اون یه هتلی اونجا هست بچه، هتل آذربایجان بهش میگن. خب حالا بعدا داستانشو براتون تعریف کنم، بذاریم براتون تعریف بکنم دیگه. یه چیزی نه که 15-20 سال پیش بچه روسا از اشخابات خیلی می آمدن ایران برای تجارت و بزینس و خرید فروش و اینا. خب بعد این هتل آذربایجان خیلی میزبان روسا بود و دیگه یه جوری شد که همه جا پیچید که آقا توی مشهد از مستخدم هتل تا رئیس هتل همه ایز گرفتن. جوری شد که دیگه این مسئولا اقدام کردن، اداره بهداشت ریخ پلومش کرد، وزارت درمان آمد سایت آزمایش HIV و اینها زد و یک چیز آبروریزی شد، چون سیستم کمونیسمی دیدید چجوری هست دیگه، توی مایه یکی برای همه، همه برای یکیه. و اینا هم اومده بودن ایران، مردم ایران چون از یک فاز خیلی محدودیه و اینا رو دیده بودن دیگه حسابی حال به خودشون داده بودن و متاسفانه همشون مؤید شدن. خب بعد بریم داخل و یه ورودی بدیم
اینجا هم نوشته مجموعه فرهنگی تاریخی نادری، آرامگاه و موزه نادرشاه و آرامگاه کلونل محمد تقی خان پسیان. بچه یک هزینه 5,000 تومان ورودی داره که اگر خارجی باشین بیشتر میگیرن. خدا بیامرزه مهندس هوشنگ سیحون که آمد این اثر موندگار رو اینجا خلق کرد. تمام این بنایی که داریم میبینین اگر اشتباه نکنم با سنگ خارا ساخته شده و این هم مجسمه یا تمثیل نادرشاه افشار هست که تبرزین به دست و اسب سوار داره میره به چسب فتوحاتش. الان خیلی از جای گردشگری که میریم بچه ها چند تابلوهایی ببینین مربوط به شرکت آوایار که راهنمای صوتی، یعنی شما این بارکد رو اسکن میکنین، اپلیکیشنش رو نصب میکنین و خدمت رو هست کنم اون کردیتش رو میگیرین و به قول معروف قشنگ که اون محل رو کامل براتون توضیح میده. همون شرکت بیادبی که توی آرامگاه فردوسی بالای مزار استاد شجریان نوشته بود مزار شجریان و اگر روزی مسئولین این شرکت خدمتون عرض کنم این ویدئو یا این صدا بهشون رسید خوشحال میشم که اگر رعایت بکنن که به جای نوشتن مزار شجریان میتونن بنویسن مزار استاد شجریان. البته یه چیزی هم هستش که شما خودتون میدونی اینا به هر حال توی این نظامند و ناچار به نونخوری هستن و اگر بیان به استاد شجریان ممکن از یه سری بابت ها براشون بد تموم بشه، برای همین شاید این موضوع هم براشون حائز اهمیت بوده. کلیات معماری، یعنی شما این QR کد رو که اسکن کنین میاد میگه که مثلا مهندس هوشنگ سیحون توی چه سالی آمد مثلا این بنا رو ساخت و طراحی کرد. اجازه بدیم بچه اول بریم داخل ببینیم بعد بیایم بیرون رو نشون بدیم. این کره سگم نگاه از این بچه هایی که فاتح همه چیو میخونن. خب آقا شما که زیر سقف میاین اولین چیزی که براتون احتمالا جالب خواهد بود مزار خود استاد خود نادرشاه هست دقیقا اینجا. آرامگاه شهریار توانای ایران نادرشاه افشار روح شاد. خوشگل رو ببینید. خدا ببخش. خدمت رو از کم در مورد نادرشاه و بعد اینکه فوت میکنه خیلی داستان روایت زیاده. میگن که چند بار حتی نبش قبرش هم کردن و استخوناش جابجا شده، یک زمانی توی حرم بوده بعد آوردنش دوباره اینجا. چیزایی که من دارم میگم چیزایی هستش که شنیدم و الان به راحتی شما میتونید با گوگل سرچ بکنید و تاریخچه بلایی که به سر تو بزرگ بشی چی میشی، بلایی که به سر استخونهای این بنده خدا اومد کامل توی چیز خدمتون عرض کنم که قابل لمسه. شمشیرهای فولادی که توی زمان افشاری استفاده شده، خنجرهای فولادی. ببینین اینجا شما از حرم تقریبا 5 دقیقه زحمت بدین به این خط 11 یا خط 191 تون میتونین برسین به اینجا، یعنی تو فاصله 5 دقیقه حرم هست اینجا. و بذارین آقا پسر عکسشو بگیره. جان آجی لبخندی هم میزنه. خب این شمشیرهایی که داریم میبینیم بچه ها مال شمشیر نادرشاه افشار با غلاف چربی، یعنی این شمشیر خود سالار بوده یا حالا این یه شمشیر با دسته استخونی اهدای نمایندگان مردم توی اون دشت مغانی که اومدن تاج روی سرش گذاشتن. این یک شمشیر مال دوره نادری هستش، اما حالا میگن که این شمشیری هستش که دست خود نادرشاه بهش خورده. آخ 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 چقدر دوست داشتم من الان دسته این شمشیر می بودم توی 400 سال پیش و تیغ این شمشیر خار و مار چه آدمایی رو صاف کرده. بند چربیش رو هم داریم می بینیم که
اومدیم قسمت انواع تبرزین‌های فولادی با تزیینات طلا کوک که مال دوره ابشاریه، چون رفلکس شیشه است برای همین زیاد با کیفیت در نمیاد. اینم احتمالاً تبرزین لوتا بوده. لوتا رو بچه‌ها توی چیز یادتونه جنگجویان کوهستان یه کلوفتی بودش که چیزای گنده گنده همشه میگرفت دستش، اینا هم گرزای آهنی بوده. مثلا الان این گرز کله هر کسی بخوره میگه جون بیشتر بزن. چی آخه اینم گرز مگه؟ ای که ناز نفست. چقدر الان مملکت ما یک نادرشاه نیاز داره بچه ها. ببینین گذاشتن در کونشون دارن در میرن ها، روس و عثمانی و فلان و خدایا. این هم تفنگای سرپر با تزداد تلاکوبی هستش که مال دوره ابشاری است. من زیاد عمیق نمیگیرم به این خاطر که میخوام مقداری وسوسه‌تون کنم که پاشین بیاین اینجا رو ببینید. من الان مثلا این تصویر برداری تموم بشه نیم ساعت یک ساعت روی از جلوی هر قابی وای میستم 10 دقیقه یه رو و همزاد پنداری میکنم که مثلا اون زمان چه هم چرت و پرتا دیگه. آقا زره کلاه خود 4 آینه و شمشیر مال دوره افشاریه. بچه هایی که ویدئوی قبلی من رو دیده باشن که اومدم اینجا یه روایت های در مورد اون چاک توی اون ویدیو انجام دادم که الان به خاطر محدودیت های یوتیوب نمیتونم بازش بکنم براتون، ولی احتمال میدم که بفهمید در مورد چی دارم حرف میزنم. اینم چکمه شبیه سازی شده دوره افشار هستش و اینم کتفبند آهنی. اینم کلاهی هستش که زمان نادرشاه افشار سربازا رو سرشون میذاشتن. بازی خوشگل اومد. اسمش چیه؟ سانیار. خدا ببخشه شما چقدر خوشگلین، ماشاءالله زنده باش. تپانچه با دسته چوبی روکش چرمی هم که اینم که همون چیزشون بوده که توش باروت میریختن. بچه من تو واتساپ برام پیام اومده قطع میکنم ببینم پیام چیه، دوباره براتون ویدیو میگیرم. من این روزا بچه خیلی دارم با ماریا تلفنی صحبت میکنیم، حالا یه سری کمک ها از اون دارم میگیرم و الان وایس داده بود رفتم وایس اون رو گوش بکنم. بچه روی دیوار توضیحات خیلی خوبی داده شده در مورد مثلا سپاه و سپاهیان دوره افشار، اون طرف در مورد سازمان ارتش ایران در روزگار افشاریه و یه مقداری صحبت این خانم رو گوش کنیم. بنده خدا خودش در مورد خیلی چیزا، ولی من خدا شاید این گرزو، یعنی این گرزو تو کله من یکی بزنه میگم جون یکی دیگه. چی آخه این خدا وکیلی. خب بچه ادامه ویدیو بهتون گفتم توضیحات خیلی خوب مثلا سازمان ارتش ایران در روزگار افشاریه، کامل اومده به 2 زبان توضیح داده. اینجا میگفتش خانمه میگفت این رو نمیدونم چیه، ولی احتمالا برای اینه که شمشیر رو دور بکنن. این یکی رو هم گفت من نمیدونم چیه، یعنی دیگه همین دوتا رو که گوش کردم گفتم خسته نباشی عجب راهنمایی. اینجا هم که سکه هایی بوده که زمان نادر بوده و کتاب جهانگوش های نادری اینجاست. اینا رو دیگه بیاین ببینین دیگه، اگر بخوام زیاد توضیح بدم ببخشید پر رو میشین دیگه نمیای. اینجا هم که دیگه کمانه، اینجا هم که زین و اون زمان مگه کابوی بودن. این شبیه سازی شده است بچه ها، یعنی مال اون موقع نیست. دقیقا از این پت و پشماش مشخصه که چیز شبیه سازی شده هستش. و خدمتون عرض کنم که اینجا هم چراغ چرمی با تزیینات نقره دوزی شده و این هم زینی بوده که دستشون میگرفتن این جلو و
به هر حال این من موندم تو سوراخ‌های جلوی زین به خدا. البته علتش رو میدونم ولی نمیتونم بگم، به این خاطر که به هر حال آدم همه چی رو نباید دهنش در بیاره، فقط عریض آدم باش. خدمت با سعادتون عرض کنم که اینجا هم یه سری در مورد الماس کوه نور اومده توضیحی داده که من اینا رو نمیخونم براتون، به این خاطر که میخوام کنجکاوتون کنم که پاشین بیاین اینجا. بین این همه تابلو خب ببینی آدم ریشو اومده روش تابلوی داره بزن بچهش توضیح میده. چی بگم والا، باز خانم دارن توضیح میدن. تشریف ببریم اون بر. من نمیدونم مردا چرا دستاشون اینجوری جلو چیزشون نگه میدارن. خب احساس میکنم که این توضیحات رو همه توی گوگل میتونین گوش کنین و اگر بخوام ویدیو بگیرم ویدیو خیلی طولانی میشه. یه چند دقیقه دیگه حرفاشون رو گوش کنیم و بریم از اینجا. بچه یه پادکستی هست به نام پادکست رخ، برین اون رو گوش بکنین. کلن داستانهای نادرشاه افشار رو از همون اول داشت، از همون اول اومده کامل کامل توضیح داده. خب میخوام ببرم اتون قسمت جذاب این مجموعه. اگر احیانا خانواده یا بچه دارن الان اطرافتون هستن، یک دو سه دقیقه بفرستنشون برن یک
دستشویی چیزی برن. خدمتتون عرض کنم که چیزی که برای من خیلی عظیم عجیب هست توی این مقیاس، دم و دستگاه اسب نادرشاه. من توی ویدیو قبلی خیلی کامل این موضوع رو باز کردم، سعی میکنم بگردم توی ویدیوهای ماشاءالله یکی دوتا هم نیست، از اینکه 3000-2000 خورده ویدیو توی کانال یوتیوب هست، توی پیج اینستاگرامه، و این دوستمونم الان دقیقا داره به همون دم و دستگاه نگاه میکنه. سعی میکنم که یک لینک بذارم که برین اون ویدئویی که چند سال پیش اومدم گرفتم رو ببینید، که من خیلی کامل در مورد دم و دستگاه اسب نادرشاه کامل توضیح میدم بهتون. خب برین بچه‌ها رو صدا کنین. تموم شد داستان منشوری بودن. اینجا هم که همینطور که دارین میبینین از پرچم و اینا مشخصه، توپایی بوده که اون زمان نادرشاه، خودتون میدونین دیگه، خیلی توپای برنجی توی اون دوره دیگه خیلی تو اوج رونق بوده و خیلی از قلعه ها و جاهایی که تونست خود نادرشاه افشار فتح بکنه به واسطه همین توپ ها بود. خب خود آرامگاه که بهتون گفتم بچه و مهندس هوشنگ سیحون زحمت کشید. یه لحظه بچه ها، گلای قالی روتون به گلای قالی، آفرین. خب بالاخره آقا برحال بعد یه چیزی هم که جالبه اینه که نادرشاه جنگ که میرفته 6-7 اسب با خودش میبرده، یعنی ماشاءالله هر اسبی که نمچی سنگین رنگین تر میبود متوجه برای نادر نه خب اونجا خیلی مثلا تیر و ترکش و اینا زیاد به ای جانم، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. خدمتتون عرض کنم که حالا برین داستانا رو کامل گوش بکنین. یک چنل، یک پیج اینستاگرام هست بچه‌ها که خیلی 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 با 50 تا 60 که نه، با 15 تا 20 تا ویدئو کامل اومده نادرشاه رو توضیح داده، از اول، از زمانی که این بچه به دنیا میاد تا اینکه شاه میشه و بعدش خدمت و اسکا میاد اون فتوحات رو انجام میده. سعی میکنم توی دیسکریپشن این ویدئو لینک اون کانال اینستاگرام، اون پیج اینستاگرام رو هم بذارم. خواهش که ازتون دارم این هستش که برین اون رو هم ببینید، به این خاطر که توی ویدئوهای مثلا 10 دقیقه‌ای اومده کامل روال پیروزی نادر، بزرگ شدن نادر و اینا همه رو کامل اومده توضیح داده و به نظر من کاملترین مرجعی هستش که ما الان میتونیم در مورد نادرشاه بدونیم. اینجا هم کلونل محمد طهی‌خان پسیان هست که یه لحظه یاد این دوستمون چیز افتادم توی اقامتگاه بومگردی شهر گومیشان که چقدر از کلونل بدش می اومد. اینجا مزارش هست که همطور که داری میبین توی شمال آرامگاه هست. خب احساس میکنم دیگه خیلی عرایزم طولانی شد، میخوام برم از بیرون یک دور کامل بزنم، با این که این انگشتر فروش ها زیاد خوششون نمیاد که کسی روشون دوربین بگیره، اما حالا هوای اونجا هم بهتون نشون بدم. مرسی بچه از همراهیتون. خیلی سعی کردم این ویدیو تو یک قسمت فقط بشه، شاید 30 خورده‌ای دقیقه بشه و ازتون عذر میخوام اگر طولانی شد. امیدوارم که پرحرفی من رو به بزرگواری خودتون ببخشید. این سنگایی هم که داریم میبینید سنگای متخلخل هست، نه از اینجا دیده نمیشه دم دستگاه، که وسط شکاری شده و کنارش آماده چیز شده. این هم از این بچه ها همینجور که بهتون گفتم اینجا چهارراه نادری مشهده و 20 قدم جلوتر حرمه. خب و آرامگاه نادر هم دقیقا سر همین چهارراست، یعنی شما از حرم 2-3 دقیقه باز به این خط 11 یا 191 تون زحمت بدین میتونین بیاین اینجا. برو خدا دکمه پولوور این مردک رو ببینین، در چه خورده نریده، یعنی شکمش رو نگاه کنید.
جانم چقدر بابا دوست داشتنیه. این چوقک رضوی رو ببینیم بچه ها چقدر فیس مقبولی داره. از این چوقک ها زیاد نشسته، کوچیک هم نیستش. الان مثلا شکم این چوقکه از کل کله من گنده تره، یعنی خیلی بزرگه. و یه بار دیگه برای آخرین بار زوم کنیم روی دم و دستگاه مجسمه. زوم نمیشه الان. اگر یه کانون پی 900 داشتم دقیقا حتی رگاش هم دیده میشد. علیرضا آدم باش. بچه اومدم این کوچه پشت آرامگاه که بهتون گفتم اینجا بازار فروش انگشتر و تسبیحه. این دوست عزیزمونم ببینین دارن تسبیح ها رو دون میکنن، یعنی دونا رو روی نخ میزن. خسته نباشی بابا. و انگشتر فروش هم داریم میبینین دیگه. یک انگشترهایی داره که اینقدر نگینشه، یعنی باورتون نمیشه. خیلی چاکرم مخلص یارو همچی یک جوری عمیق نگاه میکرد. ای جون این پیشی دوست من میشی؟ من دوستم. بیا بخور، بیا غذاتو بخور عزیزم، کاری باید ندارم. برو غذاتو بخور میشی جونت. یه مدتی هر جا میرفتم بچه ها این نماد رو میدیدم و تعجب میکنم خدا این چیه، نقشه گنج چیه. بعد نگو فهمیدم این لگو یا لوگو یا برند یک سریال ترکیه‌ایه که گویا توی یکی از محله‌های استانبول فیلم برداری شده بود. و اینا مولا رو نگاه چیزی نشسته رو موتور. بچه ها خدمتون عرض کنم که این خونه رو هم ببینین چقدر قدیمیه. خیلی باحاله ها، یعنی از آجر، ببخشید خیلی زوم بود یه ها، از آجرکاری نما ببینید چقدر این خونه قدیمیه. بهتون گفتم این منطقه چون اطراف یعنی نزدیک حرم هست، برای همین خیلی خونه های قدیمی و اینا خیلی زیاده. جلوش هم یه تابلو زدن که این بنا مسکونیست و پارک نکنید. خب این بچه ها زیاد خوششون نمیاد بچه ها من روشون دوربین بگیرم، فقط رد میشم میرم سر خیابون دیگه. خودتون دیگه متوجه بشین که اینجا بورس چه کارا و چه چیزایی هست. اینقدر شهرداری میاد این بچه ها رو اذیت میکنه. بچه که نیستم ماشاءالله، همه هم سن بابا کلون من هم. همه شون یا گرن پان، حتی گرن ما که اینجا نداره ولی اکثرشون گرن پان. یاد تفلیس افتادم بچه ها. یه پارکی داشته وسط شهر تفلیس که مردم می آمدن از این لوازم های مربوط به دوران جنگ جهانی و دوران کمونیسم شوروی اینا رو می فروختن. چقدر دلم بچه ها برای سفر خارجی تنگ شده، یعنی خدا لعنت کنه اینا رو، انقدر قیمت این دلار رو آوردن بالا که اصلا نمیشه تکون خورد. یعنی من هر چه سعی دارم برای چونه رو بردارم در برم از اینجا. بچه اینا همه پیرمردن، حتما هم یه سفر به قزوین رفتن و خیلی چیزا بلدن و برای همین باید سریع از این محل دور بشن. Okay.